من میدونم که وقت ما واقعا محدود آقای همایون و واقعا در یک ساعت فرصت این نیست که ما بتونیم تمام مسائلی رو که میخوایم مطرح بکنیم. بنابراین سعی داریم که به اختصار بعضی از مسائل رو برای بینندگان عزیز توضیح بدیم. در مقدمه‌ای که من درباره شما گفتم، گفتم که شما به عنوان وزیر اطلاعات و جهانگردی در رژیم پادشاهی فعالیت داشتید. در این حال باز هم گفتم که شما به عنوان سردبیر و مدیر نشریه آیندگان فعالیت داشتید. این دوتا مقارن نبودن که نه؟ نه خیر، من 10 سالی روزنامه آیندگان را اداره کردم که خودم پایه‌گذارش بودم، ولی پس از اینکه به عضویت کابینه در آمدم، خودم را از اون روزنامه به کلی بیرون کشیدم به اصطلاح و هیچ ارتباطی دیگه با روزنامه نداشتم، چون تضاد منافع پیش می آمد و قول این فرنگی ها conflict of interest اون هم عملی نبود. این است که من با کمال تأسف روزنامه که خودم از صفر شروع کرده بودم رو رها کردم که به اون کار بپردازم. همین مسئله این که شما به عنوان وزیر اطلاعات و جهانگردی در رژیم سابق فعالیت داشتین، یه مقداری در مصاحبه قبلی ما سوال برانگیز بود. بسیاری از دوستان میخواستن بدونن که واقعا در رژیم سابق کنترل مطبوعات به چه ترتیب بود؟ آیا واقعا دولت سعی داشت که خودسانسوری رو در مردم ترویج بده، تشویق بکنه، و یا اینکه واقعا مطبوعات شدیداً کنترل میشدن؟ بنده زندگی مطبوعاتیم رو از به طور حرفه‌ای عرض میکنم از سال 1338 شروع کردم در روزنامه اطلاعات. قبلا کارهای مختلف مطبوعاتی میکردم. در اون دوره، یعنی از اون دوره تا 1357، یعنی نزدیک به 20 سالی که من شاهد وضع مطبوعات بودم، سانسور فراز و نشیب‌های بیشمار داشته. همیشه به یک صورت نبوده است و همیشه مرجع خاصی کار مطبوعات رو سرپرستی نمی کرده. به طور کلی می شود گفت که بله، در اون دوره ملاحظاتی بود برای انتشار مطالب و اخبار، محدودیت هایی بود که گاه خیلی زیاد می شد و گاه کمتر می شد. در سالهای آخر اون رژیم این محدودیت ها بسیار کمتر شده بود و مسائلی از قبیل خاندان سلطنتی و نیروهای دفاعی و سیاست خارجی رو در بر می گرفت و بقیه مطالب کم و بیش از سانسور خارج شده بود، از زیر سانسور. و اگر خاطرتون باشه از آخرین سال نخست وزیری هویدا، آنچه که به نام فضای باز مشهور شد که حقیقتاً هم بود، یه فضای بازی شروع شد، بر مطبوعات هم اثر گذاشت و زندگی مطبوعاتی ها آسان‌تر شد در اون 2 سال آخر و به طور روزافزونی هم آسان‌تر شد. ولی قبل از اون دوره هایی رو من شاهد بودم که خیلی سختگیری می شد و جلوی بسیار از مطالب غیر لازم رو هم می گرفتن و این به هیچ وجه درست نبود، سیاست صحیحی نبود. شما آقای همایون در طی 17 سال گذشته در خارج از ایران بودید، ولی من مطمئن هستم که به هر حال با وقایعی که در داخل ایران اتفاق می افته آشنا هستید و اون رو به طور نزدیک دنبال می کنید. اگر شما بخواید مقایسه بکنید، مخصوصا برمیگردیم به مسئله مطبوعاتی در رژیم سابق و رژیم امروز، چه تفاوت‌هایی رو واقعا شما میتونید ببینید؟ در رژیم گذشته قدرت سیاسی متمرکز بود، از یک هرمی عبور میکرد، در رأس هرم پادشاه بود، در قاعده هرم دستگاه اداری بود و از اون رأس فرمان میبرد بیچون و چرا. در نظام کنونی شما با یک خانواده مافیایی سر و کار دارید که چندین تیره در اون هستند و با هم رقابت دارند و قدرت به کلی پراکنده است و یک واحد رو تشکیل میده. درنچه در این رژیم مطبوعات هم مثل بقیه مراجع قدرت و مراکز سوء استفاده مالی تقسیم شده است بین جناح‌های مختلف
و از آزادی در داخل کار خودشون برخوردارند، نویسندگان مطبوعات که در گذشته برخوردار نبودند. به این معنا که شما روزنامه هایی دارید که به اتکای یک مرجع قدرت، یک جناح به اصطلاح خودشون، می توانند درباره جناح دیگر مطالب خیلی باز و بی‌پرده‌ای بنویسند. اون موقع چون یک جناح و دو جناح از این حرفا نبود، تمام دستگاه یک پارچه بود، چنین امری اتفاق نمی افتاد. ولی در آنجایی که مربوط می شود به کل نظام، کل قدرت حکومتی در برابر مردم، اونجا تفاوت زیادی بین این رژیم و رژیم گذشته نیست. بسیاری از موارد اینجا سخت‌گیرترن، برای اینکه در رژیم گذشته در مسائل فرهنگی آزادی عمل فوق‌العاده مطبوعات داشتن و اینجا بیشترین سختگیری رو روی مسائل فرهنگی حکومت اسلامی میکنه. مسائل سیاسی تا اونجایی که به قول خودشون به حفظ نظام بستگی داشته باشه، البته زیر کنترل شدید است، شاید بیش از گذشته. ولی آنچه که مربوط به مبارزه داخلی جناح‌هاست و این خانواده‌های مافیایی، خیلی آزادترند و این رو نباید اشتباه کرد به عنوان آزادی مطبوعات در این رژیم. اگر در این رژیم مطبوعات مطالبی می‌نویسند که در گذشته نمی‌نوشتند، به دلیل این است که قدرت سیاسی در این رژیم تقسیم شده. انسان رو به یاد اون دو سه ماه بهار آزادی به اصطلاح میاندازه. خیلی به رخ کشیدند که در بهار آزادی آزادی داشت، دموکراسی بود در ایران فلان. البته در اون سه چهار ماه بهار آزادی بود، ولی علتش این بود که هنوز قدرتی شکل نگرفته بود که این آزادی رو سرکوب کنه. به محض اینکه اون قدرت شکل گرفت، بهار تمام شد. حالا هم همینطوره. من میدونم که شما کار نویسندگی خودتون رو در خارج از کشور ادامه دادید و میدونم که در طی این مدت مشغول نگارش کتاب‌های متفاوتی هم بودید و کتابی در دست من هست به عنوان نگاه از بیرون که من نمیدونم دوربین‌های ما میتونن واقعا این رو در حال حاضر نشون بدن یا نه، اما ممکنه که در مورد این کتاب آقای همایون یک مقدار توضیح بدید و همینطور میدونم که کتاب‌های متعدد دیگه‌ای هم شما نوشتید. بله، من سه کتاب نوشتم در این مدت که این دومیش است. به نظرم در سال 1985 منتشر شد. و این کتاب چند بخش داره، در هر بخشی چند مقاله مستقل ولی مربوط به هم آمده. به صورت مجموعه مقالات است، ولی مقالاتی که همه ارتباط داره به هم و هر بخشی هم بخش دیگر رو تکمیل میکنه. مطلب عمده این کتاب بررسی آنچه که در گذشته در ایران روی داد و تا اون سال در بیرون از ایران روی میداد و نگاهی به آینده ایران هست و یه مقداریش هم مطالبی است که در به اصطلاح جامعه پولمیک داره، یعنی نکته هایی است که کسانی گرفتند بر نوشته های من و پاسخ هایی است که من در اون نوشته ها دادم. این کتاب حالا بعد از 10 سال 11 سال، من اتفاقا چند روز پیش به مناسبتی نگاه میکردم بهش، لازم داشتم یه چیزی رو دیدم که هنوز یه مباحثی داشت هست که به کار امروز میاد، ولی خب بیشترش مربوط هست به مبارزات فکری و کشاکش‌های سیاسی بلافاصله بعد از انقلاب در خارج از ایران بین سیاستگران و گروه‌های سیاسی، که از این جهت شاید شدت مطالبی که در این کتاب آمده است کاسته شده باشه، برای اینکه بسیاری از این گروه‌ها دارن به هم نزدیک‌تر میشن. مباحثی که در این کتاب پیش آمده به اون شدت بین اینها دیگه مطرح نیست، ولی هنوز میتوانه در بحث هایی که اینها با هم دارن به کار بیاد، برای اینکه خیلی نکته ها به نظرم تو این کتاب حالا بعد از 10 سال نشان داده شده که روشن‌تر میکنه قضایا رو.